زن سی و هفت سالهی که برای شکایت از همسرش وارد کلانتری قسم آباد مشد شده بود با بیان اینکه دیگر تحمل بدرفتاری، کتکاری و تغییرهای همسرم را ندارم درباره سرگذشت خود به مشاور و مددکار اجتماعی کلانتری گفت چند سال بعد از آنکه تحصیل در مقطع دبیرستان را به پایان رساندم ابوذر به خواستگاریام آمد اگرچه او در بازار شغل آزاد داشت اما از درآمد مالی خوبی برخوردار بود به همین دلیل من هم به خواستگاری او پاسخ مثبت دادم و اینگونه زندگی مشترک ما شروع شد در همین حال یکی از دوستان و هم کلاسی های دوران دبیرستانم هم نیز با جوان دیگری ازدواج کرده بود. وقتی سوزان را در یکی از مراکز خرید دیدم خیلی خوشحال شدم و او را به منزلم دعوت کردم. آن شب از خاطرات گذشته گفتیم و با هم خندیدیم و گاهی به گذر آن دوران افسوس خوردیم. وقتی ابوذر از سر کار به منزل بازگشت دوستم رو به او معرفی و تاکید کردم که سوزان پرشر و شورترین دختر کلاس بود که مدام همه دختران را اذیت میکرد اما اکنون ازدواج کرده و دیگر آن هیجان سابق را ندارد خلاصه آن شب سوزان شام را در کنار ما صرف کرد و سپس همسرم او را با خودروی خارجی شاسی بلند به منزلش رساند حالا دیگر من دوستی صمیمی برای درد دلهایم پیدا کرده بودم و سوزان به راحتی به منزل ما رفت و آمد می کرد. معاشرت های ما به ای صمیمانه شد که دیگر سوزان هجابش را نزد همسرم رعایت نمی کرد و با پوشش منزل در کنار ابوزر قرار می گرفت. او هیچگاه با همسرش به منزل ما نیامد و ادعا می کرد همسرش انسانی معاشرتی نیست و از حضور در منزل دیگران خجالت می کشد. خلاصه رفت آمدهای سوزان ادامه داشت و من هم هیچ وقت به رفتارهای او با همسرم مشکوک نمی شدم چرا که او هم زنی متعهل بود و سوی دیگر نیز من سوزان را از همان دوران دبیرستان به شدت دوست داشتم تا اینکه دخترم ساناز به دنیا آمد. و رفت و آمد سوزان به منزل ما بیشتر شد چرا که سعی میکرد به من در امور خانهداری کمک کند اما مدتی بعد احساس کردم اخلاق و رفتار همسرم تغییر کرده است با وجود این اهمیتی به موضوع ندادم و دلیل آن را مشکلات کاری و فراز و فرودهای اقتصادی در بازار تجارت میدانستم و از سوی دیگر سرگرم بچه داری بودم و توجه زیادی به همسرم نداشتم. خلاصه در حالی که پنج سال از این ماجرا سپری شده بود دیگر احساس کردم این بیتفاوتی ها و روابط سرد عاطفی ابوذر دلیل نیست بنابراین با همون کشکاوی زنانه رفتارهای همسرم را زیر نظر گرفتم تا اینکه فهمیدم پای یک زن دیگر در میان است به همین دلیل یک روز به طور پنهانی گوشی همسرم را بررسی کردم و از پیامها و تصاویر آن متوجه شدم که همسرم با سوزان ارتباط صمیمانهتری دارد چرا که سوزان نیست حدود یک سال قبل از شوهرش طلاق گرفته بود ولی همچنان به منزل ما رفت و آمد داشت وقتی موضوع را با جدیت پیگیری کردم تازه فهمیدم که ابوذر از چند ماه قبل سوزان را به عقد موقت خودش درآورده است گوی آسمان بر سرم فرو ریخت و نفرت همه وجودم را فرا گرفت با خشم و عصبانیت با ابوذر به مشاجره پرداختم و سپس به حالت قهر منزلم را ترک کردم و به همراه دخترم به خانه پدرم بازگشتم تا شاید همسرم به خودش بیاید و از سوزان جدا شود اما او هیچگاه زیر بار خواسته من نرفت و ادعا میکرد سوزان به خاطر من از همسرش طلاق گرفته است و من نمیتوانم در این شرایط او را طلاق بدهم حالا دیگر در مخمسه بدی افتاده بودم و نمی توانستم تصمیم درستی بگیرم. بیش از اندازه به ساناز وابسته بودم و نمی توانستم از ابوذر طلاق بگیرم چرا که بعد از آن دخترم دچار ناراحتی‌های روحی و عاطفی می شد و آیندهش در مسیری تاریک قرار می گرفت. این بود که خواسته های خودم را زیر پا گذاشتم و با حالت تغییرآمیزی نزد ابوذر بازگشتم تا در کنار هوایی زندگی کنم که روزی سمیمی ترین دوستم بود و حالا از اون نفرت داشتم اما بدبختی من از آنجا بیشتر شد که فهمیدم سوزان نیز مانند همسرم اعتیاد دارد و مدام در کنار یکدیگر مواد مخدر مصرف می کنند. اکنون اعتیاد همسرم و هوایم به جایی رسیده است که همسرم دیگر مخارج زندگی را نمیپردازد و همواره مرا کتک میزند تا از زندگی و او بیرون بروم همسرم در حالی مدعی است که سوزان از دختر من به خوبی مراقبت میکند که من در این شهر غریب هستم و خانوادهام در شمال کشور زندگی میکنند این بار وقتی همسرم مرا به شدت کتک زد دیگر طاقت نیاوردم و دست به دامان قانون شدم اگرچه میدانم خودم در انتخاب دوست بعد از ازدواج اشتباه کردم و باید در همان روزهای آغازین معاشرت که او را بدون هجاب نزد همسرم مشاهده کردم به این ارتباط پایان میدادم اما